عجب، نهار که ادعا میکنی خوردی، به چاییت هم که لب نزدی، طوری هم نشستی که انگار به قول ایرانی ها پدر کشتگی داری با من. حتی یه بارم به خودت نهیب نزدی که بگی نوئل اینجا منو نیاورده که حرفای تکراری بزنی. روکو پوسکنده، برای که سرخو تو این عالم نیست، نوئل دست خالی شده و به قول ایرانی ها فیلش یاد هندوستان افتاده. همین صراحتت برای من جذابه. اگه من بگم اتحاد من با سرخو یه اتحاد تاکتیکی بود و الان به دنبال این هستم که یک اتحاد استراتژیک داشته باشم، من کوهنشین سردر نمیارم از این حرفا. صبر میکرد که حرفم تموم بشه. حداقل قبول کن این نوئل اجنبی خدا نشناس اینقدر عقل داره که بفهمه فرق هست بین سرخو و بهادر. تفاوت از زمین تا آسمونه. حالا برای اینکه احساس کنم با دیوار حرف نزدم، چایو بخور. حداقل من گیر نمیشی با این چای. اگه منم جای تو بودم جوابم بله نبود. بهادر خواسته یا ناخواسته قهرمان مبارزه است برای مردم. مطمئن باش اگر تو کوچ ممنوع کشته می شدی یا به هر دلیلی می مردی، تبدیل می شدی به قهرمان ملی. یه کسی مثل پوریای ولی. من کجا؟ پوریای ولی کجا؟ اینم میدونم که انگلیس و انگلیسی بدنامه تو ایران. درست یا غلط مردم دل خوشی از با ندارن. اگه قهرمان مردم با دشمن مردم بریزه رو هم خیلی بده، ننگاوره. قرار داده ما روشنه بعد از این. خوب گوش کن. اولا به هم اطمینان داریم. ثانیا بهادر امنیت ما رو تأمین میکنه، ما هم هزینه های اون رو میدیم بابتش. بهادر خودش تفنگچی ها رو انتخاب میکنه ولی حقوق اونا رو ما پرداخت میکنیم. جز این ما هیچ خواسته دیگه ای نداریم. هر وقت حفظ امنیت ما، خوب گوش کن، مهمه این، بهادر رو در مقابل مردم یا وطنش قرار بده و رو مورد خاص مذاکره میکنیم و بهادر حق داره به نفع مردم یا وطنش موضع بگیره. ولی ما در هر حال از بهادر در برابر نیروهایی مثل خان یا قوام و حتی خود شخص شاه طوری دفاع میکنیم که انگار بهادر یه انگلیسی تمام عیاره.